شهرزاد جون خوش اومد. خیلی ممنون شهوال جان، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتون و برای من هم افتخار بود و هست که با شما کار کردم. خواهش میکنم شهرزاد جون. من میخوام امروز ببین، خیلی کسا تو رو میشناسن از صدا. بله. تو واسه که اصلا از روز اولی که من دیدمت آدمی نبودی که بخوای هی چهرت رو نشون میدی. درست. سعی کردی که بری حتی با کسایی که کار کردی مثل فرزین فرداری که حالا راجبش همشون صحبت خواهم کرد، همیشه سعی کردی که یه کارایی که اول خودتو راضی میکنه انجام بدی. بله. تا اینکه دیگرانو. اصولا این فکر میکنم که یک ویژگی یک هنرمنده، اگر خودش راضی نباشه بدون هیچ کی نمیتونه راضی باشه. تو به من بگو که چه شد که اصلا تصمیم گرفتی، اینو سوالی است که من از بیشتر از دوستان جوان میکنم، چی شد که اصلا تصمیم گرفتی به عنوان یک بانوی جوان ایرانی بیای تو این بیزنسی که از بچگی همیشه شنیدی که خانواده ها نمیذارن دخترشون بره؟ آره، یا راضی نیستن که دخترشون برن. این حرف درسته، ولی خب من از 13 سالگی آمریکا بودم و خب یه طرز فکر دیگه ای راجع به این مسائل داشتم. به موسیقی مثلا حالت مطربی و اینا ما اصلا نگاه نمی کردیم. از یه خانواده هنرمند میام که پدر و مادرم دوتاییشون خیلی همیشه حمایت کردن از کارهای هنری من، از خوندن، تئاتر بازی کردن، همه اینا. من اصلا عاشق اینجور کارام و ولی نمیدونستم که واقعا میخوام چیکار بکنم. از یه نظر با اینکه خب دوست دارم فرهنگ آمریکایی رو، ولی خودم رو متعلق نمیبینم واقعا 100% به فرهنگ آمریکایی. و وقتی که من UCLA رفتم، لیسانسمو گرفتم در جامعه شناسی، واقعا در اون لحظه نمیدونستم چی کار میخوام بکنم. آیا ادامه بدم مثلا تو کارهای جامعه شناسی درس بخونم یا برم مثلا کارهای هنری بکنم؟ واقعا یه حالت بحرانی عجیبی بود اون موقع. و من درست همون موقع، همون سالی که از لیسانسمو گرفتم، با دخترایی که بعدن میخواستن گروه سیلویت رو تشکیل بدن آشنا شدم، که گفتن آقای شهبال شب‌پره با فرزین فرهادی روی پروژه‌ای دارن کار میکنن، بیا فقط گوش کن با آهنگا. و واقعا میتونم بگم این یکی از دلایل بزرگیه که من اصلا وارد خوندن شدم، برای اینکه مطمئن نبودم اون موقع چی کار میخوام بکنم. و اینقدر خوشم اومد از سبک کار و احساسی که داشتم، حس کردم واقعا تعلق دارم به این گروه و به این دوستانی که تازه باشون آشنا شدم، و این مسیر زندگی ما عوض کرد. خب من تا اونجا که میدونم شهرزاد، تو این سه نفر خانومی که با هم دیگه یه گروهی تشکیل دادین به نام سیلویت، خیلی سر صدا کرد. بله. خیلی سر صدا کرد. من یادمه که وقتی که این آهنگ پخش شد، یعنی این ویدیو از تلویزیون پخش شد، خیلی کسایی که تو این کار بودن مثل آقای فرحی، مثل اینایی که خیلی جدی هن، همه زنگ زدن که شهبال یه فصل دیگری از موسیقی ایران الان شروع شد، به دلیل که تا حالا گروه بانوان ایرانی نداشتیم. تو ببینم اصلا ممکنه به من بگی که چه اشکالی هست که ماها اصلا کار گروهیمون ضعیفه بین مردا یا زنا؟ بین اصلا کمپلت ملتمون. خب اونو که دیگه شما خودتون استادین، یعنی باید بگین که راجب مردا چه مسائلی ممکنه باشه. نمیدونم، فقط راجب زنا، حتی تو کالچر آمریکایی، فرهنگ آمریکایی، خیلی حالت حسادت و اینا اتفاق میفته و من فکر میکنم خیلی بخش بزرگیش میره به جامعه و اینکه جامعه اصلا زنا رو میخواد بندازه با هم دیگه دعواشون، یعنی میدونی اینجوری که مثلا مقایسه میکنن این خوشگلتره، این لاغرتره، این اینجوریه، یعنی. و خب خیلی خیلی پرشر هست، خیلی آدم مثلا یه باری انگار روش هست که باید مثلا من از این بهتر باشم، یا وای مثلا این از من بهتره. خب به نظر من این خیلی ضرر میزنه به کارهای زنا. که با تو فکر میکنی که آقایون حسادت نمیکنن با هم دیگه؟ جالب اینه که من فکر میکردم که نمیکنن. چند وقت پیش مامانم گفت شهرزاد اگه بدونی آقایون چقدر حسادت میکنن، ولی به روی خودشون نمیارن. ما زنا چیز با نمک، یا خانوما به هم دیگه حسادت میکنن، آقایون به هر دو. راست میگین، آقایون به هر دو. همون. من نمیدونم چرا. اتفاقا الان تو یه مطلبی رو، الان تو یه نکته رو گفتی که تا حالا راجعش ما صحبت نکردیم. این حسادت شاید یک جنبه سازندگی داشته باشه. بله. ولی یک سایدش هم همونه که باعث میشه که طرف یواش یواش
احساس بکنه که این کار قشنگی که من دارم میکنم کسای دیگه قشنگ نمیبیننش. این حسادت نمیدونم چجوری، ولی این یه واقعیت، من الان تو جوانای پسر خیلی بیشتر میبینمش. جالبه، خیلی جالبه. نمیدونم چرا که مثلا باعث میشه که کارهای قشنگ یواش یواش بره یه گوشه، به دلیل اینکه کسی اطمینان پیدا نمیکنه از خودش. جالب اینو میگین، برای اینکه من دیدم دور و برم، درست گروه هایی که حالا چه نه فقط خواننده ها، بلکه اونایی که حتی رو اخبار با هم کار میکنن، یه برنامه خیلی خوبی رو دو نفر میزنن، بعد از هم دیگه جدا میشن و حیف. برای اینکه ما میبینیم توی فرهنگ لاقل آمریکایی، شما اینجا سالها زندگی کردن، میبینم خیلی ها کارشون رو سالها با هم ادامه میدن و این مسئله اصلا نیست که من میخوام حتما نمبر 1 باشم، نه این دوتا همدیگر رو یه جورایی حمایت میکنن و واقعا میرسن به اون بالای بالا. خب اینا واسه همدیگر رو تشویق میکنن، همون دیگه. ولی من فقط یه موضوع رو فهمیدم تو این، مثلا دیوار، تو دیدی این کنسرت دیوار رو میذارن؟ بله. که مثلا خانم آرتا فرانکلین هست، خانم شوانا توین، اون موقع مثلا 19 سالش بود، ولی که خانم نمیده کوین آف سول آرتا فرانکلین 50 سالش، 48 سالش بود، ولی کناره هم دیگه هارا مارای کری هم اونجا بود، کلوری استفان هم بود. حالا اینا پلو هم دیگه با نمک این بود که هر وقت که این جدیدتری ها میخوندن قدیمیه، یه جوری نگاهش میکرد، مثل که میگفت تو باید همیشه میخوندی نه من. آخه این میدونی باعث میشد من بیننده که اونجا نشستم میگفتم خب این چرا نباید توی این بیشتر بین هنرمندهای ما نباشه؟ بله. شهرزاد جون، به دلیلی که این برنامه اسمش موسیقی زندگی است، ما اگر زیادی حرف زدیم اون وقت زیادی دیگه موسیقی رو گوشتیم کنار، پس معلومه دیگه زندگی نداریم. اینه که اگر اجازه بدید چی دوست داری الان ما از کارات بشنویم، بعد راجبش صحبت کنیم. بله، میتونیم. خب برگردیم به چندین سال پیش، 10 سال پیش، 10-12 سال پیش، و ویدیو میرداماد رو ببینیم، بعد از اینکه من از گروه سیلویت اومدم و کار مستقل خودم رو شروع کردم. آسمان آبی آن سوی عصر
من باید بگم یه هنرمند، من همیشه گفتم باید بره، اولین ویژگی یه هنرمند رو هنرمند میکنه ابتکاره، که آقا من تالنت رو دارم، این استعداد رو دارم، این ژن به من رسیده، همه چی درست، ولیکن آیا من باید تکراری باشم یا نباشم؟ هنرمند که خودش رو تکرار میکنه هنرمند نیست. من اینو بارها گفتم اینجا و بازم تکرار میکنم، یکی از کارهای قشنگی که تو کردی همین ابتکار توی کارت. اولا الان فرم موزیک تو همه متوجه میشن که موزیک اون چیزی که همیشه شنیدن نیست، یک فرمی از جاز توشه که تو فیل میکنی اینو. این حالا که ما میگیم جاز، فکر میکنیم فقط باید بریم دنبالش بگردیم که چی داری میگیم، نه، یه فرم دیگری بله. از موزیک ایران. الان این شعر مال پدر بله، محمد علی سپانلو. تو یه شانسی آوردی که البته یه شانسی بد شانسی یه دونه شانسی اینه که تو وارث یک خانواده هستی که شعر و موسیقی درشون هست. مادر شاعره، پدر شاعره، همه سرشناسن. خب تو باید مواظب باشی که چی داری میخونی. اگر از این دو نفر نخونی، از کسی دیگه بخونی، باید یه چیزی بخونی که این دو نفر بهت بگن خوب کردی مال ما رو نخوندی. فکر نمیکنم اونا هیچ وقت همچین چیزی بگن که بگن خوب کردی مال کسی دیگه خوندی. خب پس اونام که حسود شدن نه حسود نیستن، ولی اونا خیلی سخت گیرن دیگه. برای همین اصلا من دیگه تازگی ها نمیگم من چه شعرهایی میخوام بخونم چیکار میکنم. تا حالا شده که پدر مادر ایرادی بگیرن از این شعرهایی که تو خوندی؟ از هیچ کدومش؟ نه، ایرادی واقعا نگرفتن، فقط مثلا شاید مثلا یکی دو تا خط تو گفتن دیگه این چیه مثلا این آره این ایراده دیگه. آره نه آره اگه این واسه ما دیگه ایراد نیست، این روزمره زندگی، یعنی تو 10 تا خط دو تاش که مثلا آره دیگه. من ببینم این شعر راجع به بلوار میرداماد بله. یادش بخیر. و الان که اسمش عوض نشد هنوز میرداماد. من اصلا میگم من چون از بچگی اومدم واقعا خیلی از این خیابونایی که راجبش خون مثلا دارم میخونم و اینا من که یادم نمیاد، میدونی با اون صورت یادم نمیاد. من اون حس رو ولی میفهمم، اون حس نوستالژی عجیبی که آدم نسبت به اون کشوری داره که توش به دنیا اومده، بچه بوده، بزرگ شده. خب بابا راجب جوونیش داشت نوشته این شعر و سروده، ولی وقتی من دارم میخونم یه انگار یه دنیایی که من هیچ وقت توش نبودم ولی واقعا حسش میکنم. خب تو فکر میکنی الان اگه پدر میخواست این شعر رو دو بنویسه دوباره مینویسه میرداماد سابق بعدن مثلا چی باز میگفت؟ نمیدونم والا. نه راست دارم میگم، مثلا اگه پدر الان میخواست دوباره بگه، چون همه سابق داره دیگه، همه یه دونه اسم داره یه دونه هم سابق داره. ولی اون اسمای اول از کارهای مامان جون چی خوندی تا حالا؟ از مال مامانم چند تا خوندم که یکیش اسمش از خاطرات، اینا هیچ کدوم متاسفانه ویدیو نشد. ویدیو نشده یا اصلا ضبط نشده؟ چرا ضبط شد، رو آلبوم اول یه شعر از مادرم هستش، رو آلبوم دومم هم یه شعر دیگه هستش، باش کار کردم قبلا و خیلی هم قشنگ، خیلی لطیف و زنانه بوده. متاسفانه اتفاقی که میفته آدم وقتی آهنگا رو ویدیو نمیکنه فراموش میشن این آهنگا. ببین تو درست دست گذاشتی همون چیزی که من همیشه میگم که این روزا همه با چششون گوش بله، میکنن بله. تا نبینن اون احساس رو پیدا نمیکنن. من یه سوالای عجیب غریبی ازت بپرسین حتما. ببین تو رفتی توی سبک دیگه این موسیقی، وقتی که ماها با هم دیگه کار میکردیم من و فرزین شراکتم داشتیم اون پروداکشن سیلویت رو انجام بله. ده. تو وقتی که از سیلویت جدا شدی، ولی خوشبختانه جدایی از فرزین پیدا نکردی نه. به دلیلی که یه پرودوسر خوب بود، یه پسر باسواد تو موسیک بود و ستایلی که داشت خیلی تو دوست داشتی این ستایلو. از فرزین تو خیلی چیزا خوندی، درسته؟ درسته. از فرزین تو فکر میکنی کدوم از این کاراتو خودت راضی بودی؟ آیا دخالتی اصلا در فرم موسیقی داشتی؟ خیلی خیلی، من خودم که موزیک مصاحبت نمی نویسم، میدونی ها، شاید چند تا ملودی مثلا بسازم ولی نه اینکه مثلا آهنگی بنویسم، ولی خب همش این بوده که چه حسی
به من موزیک داده و خب آهنگایی که گوش دادم بعضی رو دوست نداشتم، نمیخواستم بخونم روش، ولی خب به هر حال فرزین از یه بک‌گراند جاز میاد، مدرسه رفته، درس خونده و این هرچی باشه تو کاراش هست، حالا چه من میخواستم خیلی ازش استفاده کنم یا نه، این سیگنیچر فرزین بود و خب خیلی هم خوب بود. خیلی ها مخالفت میکردن با این کار منو، خیلی یعنی صریح خیلی ها به من گفتن که مثلا تو چرا میری تو اینجور آهنگا رو میخونی، اینجور آهنگا خریدار نداره، کامرشال نیست، مردم عام، حالا مردم ما زیاد خوششون نمیاد از این کارا، ولی من فکر میکردم که اگه زمان بگذره و واقعا مردم گوش بدن آهنگا رو، خب اینم یه استایل دیگه است، اینم یه نوع دیگه است، چرا هممون باید یه تیپه بخونیم، میدونین؟ و الان میبینم که خیلی ها هستن که کار رو دنبال میکنن و دوست دارن و تو فیسبوک منو فالو میکنن و اینجور چیزا، حس میکنم خب یه خورده طول کشید ولی بالاخره به گوش خیلی ها رسید این آهنگا. خب الان من دیدم که یکی از کارهای خوبی هم که تو کردی اینه که قبول کرده که آقا من اگر خواننده هستم، اگر سولو خواننده هستم، چرا که پلوی دو خواننده دیگه نیام مشترکن یک کاری رو انجام بدیم؟ چون تو از گروه اصلا رفته بودی این حالت رفته، کار قشنگی کردی با فرامرز اصلانی. بله. این چی بود این کار؟ اسم آهنگ هست ما. من همیشه آقای فرامرز اصلانی دوست داشتم، آهنگ صداش رو خیلی دوست دارم و تیپش رو دوست داشتم. تیپش رو وقتی میگی یعنی تیپ قیافه شده؟ خب اونم بله. البته من به عنوان دخترش دارم. نه خب همون بهتره که اینو نشنوه. نه آخه ببین حقیقت اینجاست که به هر حال ما جنریشن مختلف هستیم، ولی هیچ اشکالی نداره و من خودم گفتم من بعدن که خود سنم بره بالا با یک پسر جوان میخوام یه آهنگ بخونم، چرا که نه. خب پس این دوتا اشتباس دیگه، جوان بودی رفتی با پیرتر از خودت، بعدن حالا وقتی پیرش میخوام بریم بجا، چون وقتی موزیک هست اصلا سن و این چیزا اصلا مسئله نیست، شوخی میکنی. ولی یه کار قشنگ که تو کردی، فرم موزیکی رو که انتخاب کردی هم به فرامرز می اومد هم به خودت. ببینم این آیدیاش از کجا اومد؟ خودم، یعنی سوژه‌شو من با یکی از دوستام کامیز میرزایی که ترانه‌ساز و در کانادا زندگی میکنه باش تماس گرفتم، گفتم من میخوام باقی اصلانی آهنگ بخونم و راجبه همچین سوژه‌ای که خودت اصلا فرامرز خودت انتخاب کردی؟ آره، آیدیای خودت بود. بله، من باشون تماس کردم، گفتم من یه آهنگ دارم دوست دارم بدونم شما من میخونین یا اصلا دو صدای مایل هستین کار کنین، و گفتن حتما. نگو من با جوان تر از خودم نمیخونم. ای با ولی کار خیلی قشنگی با هم دیگه بشنویم. آهنگ هست فرزین فرهادی. هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست، نوازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم
بسته جدای من اشتیاق این که با از گونه تو بگذره لبای بیقرار من به با بوسه میزنه به من نمیرسی ما چاره جز فاصله نیست عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست به هم نمیرسیم وقتی که بسته شده میبینی خیلی خودمونی حرف میزنه خیلی مسلطه همیشه اینطور بود خیلی مسلط بود جلوی دوربین و حرف میزد و یکی از حسنایی که داره همیشه حرفشو راحت میزنه دختر تحصیل کرده ای همونجوری که دیدید خودش هم گفت که کجاها تحصیل کرده و خوشحالم که هر چند وقت یه دفعه یه فرصتی پیدا میکنم که یکی از دوستان قدیمی رو که با هم دیگه کار میکردیم و هنوزم موفقه میتونم صحبتی باهاش داشته باشم به ادامه صحبتامون گوش میکنیم با شهرزاد سپانرو بسیار زیبا بسیار زیبا این جمله قشنگیه که ترجیبندش گذاشتین خودت راضی بودی از این کار وقتی در اومد خیلی خیلی چه نتیجه هایی داشت ریسپاند چجوری بود مردم فیدبک چطوری بود عالی دیگه یعنی آدم هر وقت آلبوم میده بیرون خودش گاهی وقتا نمیدونه یعنی میتونه پیش بینی کنه چه آهنگایی هیت میشه چه آهنگایی واقعا مردم دوستش خواهند داشت ولی این یکی از اونایی بود که یه جورایی مثل بمب ترکید بین مردم و از تماسی که میگرفتن و اینا خب این یکیش بود مثل همون میرداماد یعنی یه چیزیه که سالها بگذره من میدونم که مثلا وقتی مردم میخوان راجع کارم صحبت کنن یکی از اونایی که راجع بهش صحبت کنن چرا شماهایی که کار کردید انقدر یک دفعه بکاف کردید یعنی یه دفعه شما رفتید عقب و حالا من نمیدونم آیا ازدواج باعث شد که دور دنیا توری بر ندارین که این فناتون ببیننتون شماها رو فنا ندیدن آرتیست باید حضور داشته باشه بلد. هنرمند حضور لازم داره دست. باید باشه نباز بشنونش باید ببیننش باید لمسش کنن باشه چی فکر میکنی چه اتفاقی افتاد که تو یه دفعه الان 3-4 ساله من خودم که اینقدر دوست داشتم همیشه با هم دیگه صحبت میکردیم یه دفعه 3 ساله ندیده بودم تو باید حرفم نزده بودم چه اتفاقی افتاد خب یه دلیلش هم زندگی خانوادگی هست ولی اونم مثلا بچه دار شدن و اینا ولی اونم تا یه مقدار میشه مثلا گفت تقصیر اینه که من زیاد یکی دیگه هم اینه که واقعا اون به هر حال برای این کارا به خصوص برای کار تور کردن به حمایت آدم احتیاج داره به یه گروهی که واقعا آدم احساس کنه که داره مثلا سفر میکنه میره این ور اون ور دنیا یه جایی با یه آدمایی کار نکنه که یه وقت خیلی مثلا خیلی تجربه بدی باشه براش میدونین و من خواه شنیدم به خصوص برای زنا به خصوص این مسئله بوده که مثلا رفتن سفر کردن و شاید با برنامه گذاره کار کردن که خیلی کارشون خوب نبوده پروفشنال نبودن خب این ترس هم هست و همون فکر میکنم میگم همیشه حس کردم من به یه تیم احتیاج داشتم که مثلا در گروه سیلویت من حس داشتم چون شما بودین خب بودن یعنی یه گروه بودیم و آدم احساس بهتری داره یعنی اعتماد به نفسش هم بیشتره ولی وقتی تنها هستی آرتیست تنها هستی و زن هستی خیلی مشکل میشه من این حس رو دارم و متاسفم هستم که میگم چون من خوندن رو خیلی دوست دارم روی سن تازه حس میکنم زندم و تا مدت ها بعد از اون حس خوبی دارم بعد که دیگه کاری نمی کنم واقعا یه حالت دیپرشن می گیرم و متاسفم که این در زندگیم بیشتر نیست تو فکر نمی کنی روزی که تصمیم گرفتی که بری ازدواج کنی
حالا من اصلا رابطه احساسیشو با همسرت نمیگم، مثلا کسی که انتخاب کردی تو زندگی، ولی تو پل خود فکر نکردی همون ثانیه‌ای که تصمیم گرفتی که آقا من میخوام برم و زن خانه بشم، بله، اتوماتیکمان تو 70-60% کار هنری تو داری پوشبک میکنی، یعنی میذاری کنار. این یه همچین احساسی نبوده؟ یه جورایی نه، یه جورایی نبود، برای اینکه ازدواج که کردم فکر نمیکنم زیاد تأثیری گذاشت روی کار موسیقی، بیشتر بچه دار شدن بود. میخوام ببینم تو که میدونستی اگه بچه دار بشی مجبوری این کار بکنی، چرا به خودت یه اولا بعد چند وقت تو بچه دار شدی بعد از ازدواج؟ 4-5 سال. 4-5 سال؟ آره. خب اون 4-5 سال داشتی همون تنبلی. تو که همش یه جواب داری چی میخوای بگم؟ ولی هنوز دیر نشده. نه دیر نشده، الان اتفاقا بهترین وقت، برای اینکه بیشتر از همیشه هم حس میکنم از همیشه صدام بهتر شده، هم اعتماد به نفسی رو که الان دارم هیچ وقت نداشتم رو سن، برای همین اتفاقا الان بهتر میبنم. میخواین شما پیشنهادی بدین؟ بیا ما رو دیگه گیر انداخت. اولا که شهرزاد سپانلو، البته به دلیل اینکه توی خانواده هنرمند به دنیا اومد، این یه اصل خیلی مهمیه البته، ولی جلوی دوربین من هیچ کدوم از هنرمندهای ایرانو ندیدم که انقدر راحت با دوربین باشه. و از روز اولین تیکی که ما با دوربین داشتیم، کسی که فیلم برداری میکرد خارجی بود، آمریکایی بود، گفت این خانوم knows the camera، میگفت این دوربین رو میشناسه. تو میتونستی که یه هنرپیشه خیلی خوبم بشی. من یادمه که تو دوره اکتینگم، بله بله، من اصلا موقعی که با شما آشنا شدم در UCL کلاسای اکتینگ برمی داشتم، در تئاتر بودم و اینجور. من باعث شدم که ول کنی، چی همش تقصیر شما. الان تو فکر نمی کنی موقعشه که تو یه تور برداری یواش یواش دور دنیا بری؟ حالا اگر یه پیشنهادی بهت بشه که مثلا من بگم آقا، اولا که من کنتراست رو دوست دارم. آها. یعنی خیلی از هنرمندای ما این موضوع واسه شون عجیب میاد، ولی من فکر میکنم یکی از برندگی هاست که آقا اصلا کنتراست، ما همیشه میگیم سفید، تو میگیم سفید، بعدش چه رنگی به نظر اون میاد؟ آنها سیاه میاد. سفید سیاه، شب روز، اینا کنتراست هاست که اینقدر با هم دیگه پشت سر هم دیگه میاد. من برای خودم فکر میکنم اگه تو یه دفعه مثلا با یه بندی مثل بند شهرام شپره، حالا یا بلک کچ، اینایی که وقتی میرن اون بالا همه مردم دارن میرقصن فلان میکنن، تو فکر نمیکنی یک دفعه وقتی که شهرزاد سپانلو میاد شروع میکنه این بلوار میرداد مادو میخونه، این یه دفعه مثل یه بارونه که مردم آخه خیلی خوب، حالا این کنتراست باشه؟ چرا، من خودم اتفاقا اگه کنسرتی چیزی برم دوست دارم، برای اینکه خودم زود یه جورایی حوصله‌ام سر میده، یعنی چیزای متفاوت میخوام بشنوم در یه کنسرت، و خوبه، اتفاقا خیلی هم خوبه. خب اگه یکی الان مثلا شهرام شپره یا خود بنده یا همچین پیشنهاد بکنه؟ نه من اوپنم باش، من اتفاقا به من این پیشنهادا با گروهای دیگه شده، ولی هر گروهی گروه بلک کتس نیست، هر خواننده‌ای آقای شهرام شپره نیست، برای همین منم یه جورایی با هر کسی و هر سیچویشنی. تو خود این فرمو چی فکر میکنی؟ اگه یه دفعه بیاد فکر میکنی مردم این خوششون بیاد از این همچین برنامه؟ چرا که نه، یعنی شما در یه شب دارین دو تا کاملا موزیک هم، نه حالا بگیم خیلی متفاوت، ولی به هر حال یه حال و هوای دیگه هر کدومش داره، خیلی عالی آدم در یه شب بتونه که دو تا کار خوب و ناب ببینه و دو تا استایل مختلف. خب پس ما میتونیم که وارد این بخش هنریمون بشیم که بنده از شما دروازه کنم؟ صحبت پول مول که نمی کنه انشالله. نه دیگه، شما ما هیچ وقت پول ندادین، الانم نمیدین دیگه، بده کار شدم من. برو. آسمان خدا یک ستاره ندارم، گوهر که نگو در زمان یکی سنگ خاره ندارم، موسیقی
کجا بروم با که می بزنم آشنای دلم کو به گریه مگر غم رود زمیان من که چاره ندارم به دامن این آسمان خدا در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی مرا به صد آتش به یک بهانه به دامن این آسمان خدا یک ستاره ندارم دگر شد افسانه که مانده تنها به جا نشان پروانه در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی مرا به صد آتش به یک بهانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی صد آتش به یک بهانه به دامن این آسمان خدا یک ستاره واو چقدر شعر زیبایی داره اینو من نشنیده بودم شرزو آره این همکاری من با گروه دنگ شو هستش پسر جوونی که در آمریکا دنگ شو رو کنسرتشون با هم دیگه رفت یعنی من دیدم شما رو در کنسرتشون اگه یادتون بیاد بله آمریکا بودن برادرها و من آشنا شدم باهاشون و گفتن که ما یه همچی کاری داریم دوست داریم باهات کار بکنیم و واقعا هم این کار زیباییه این از روی اثر شب قشنگه بود یادمه کارشون قشنگه کارشون خیلی قشنگه این آهنگ مال کوروس سرهنگزاده
کار قدیمیه. این کاری که این دوتا برادر میکنن خیلی از آهنگای قدیمی رو بهش دوباره به جون میدن و به هر حال این شعر از اونه و آهنگ اصلا، ولی خب مقدار عوضش کردن و اینا، و این خیلی استقبال ازش شد، از این آهنگ شده. چرا کمکاری داری در لس آنجلس تو؟ من اون فضایی رو که دنبالش میگردم نتونستم با بچه‌ای که توی لس آنجلس هستن پیدا بکنم. آقای فرزین فرهادی یک کسیه که خیلی پسر با عرضه‌ایه، غیر از اینی که هنرمند خیلی تحصیل کرده خوبیه، خیلی با عرضه است که میتونه آنن چند نفر پیدا بکنه خوب، یه بند به اندازه بندی که به درد کارتون میخوره این کارو با هم بکنید، چون شما مشترکاً کارهای خیلی قشنگی کردین تا حالا. چرا این فکر رو نکردی که از فرزین بخوای این کارو؟ چرا، با ایشون هم صحبت کردم و سعی کردیم که انجام بدیم. مشکله شهبال، واقعا مشکله. هر کسی الان دنبال اینکه چجوری زندگی خودشونو بگردونن، باید پول بسازن که بتونن زندگی روزمرهشونو، اینجور کارا هیچ وقت گارانتی نیست که توش آدم بتونه زندگیشو. حالا من مثلا به هر حال شوهر دارم، یعنی کار نمی کنم بیرون از خونه، ولی خیلی از موزیسیانا صبح تا شب دارن کار میکنن. ببینم همین... این فرقی هست بین اینجا و داخل ایران؟ من نمیدونم که چقدر اونجا مثلا کار میکنن اینا. من یادمه که من که خودم از 17 سالگی که های سکول میرفتم توی فست فود پلیس کار شروع کردم، کار کردن توی مغازه که ساندویچ ماندویچ، یعنی مجبور بودم کار کنم، ما دائم همه داشتیم کار میکنم و دور و بر من همه صبح تا شب دارن کار میکنن. آیا این کار کردن یک وضعی پیش میاره که تو نتونی اصلا به هنرت برسید؟ خب من دیگه الان میگم، من الان خوشبختانه یه جایی در زندگیم هستم که وقت دارم که بتونم که کار کنم رو موسیقی، و خوبه که آدم پول در بیاره و اگرم در نیارم اشکالی نداره، میتونم ادامه بدم، ولی خیلی از دوروریام نمیتونن. اونا باید گارانتی بشه که اونا باید یه پولی بسازن که بتونن لاغر پول خونه شونو بدن، پول غذا شونو بدن. تو قبول داری که تالنت وقت میخواد که این معلومه پرورده بشه؟ خب بله، مثلا هر مثلا خواننده چه خوبه که از بچگی مثلا پیانو ورداره، کلاس صدا بره کلاس باله، نمیدونم هزار، اگه وقت نداشته باشه، پول نداشته باشه، چه جوری میخواد این کار رو بکنه؟ پس فقط تالنت نیست. نه. این شانس، این موقعیت هم هست. بله، که من فکر میکنم بچه های داخل ایران خیلی بیشتر از بچه های خارج هست، به خصوص بچه های امریکا. اینو بارها گفتم. خب حالا ببینم، تو دوتا دختر داری؟ بله. اسماشون چی؟ آیلا خانوم 5 سالشه، لیلی 9 سالشه. خب این اسما رو خودت گذاشتی واسه شون یا؟ خودم گذاشتم، آره. خب لیلی یکی از زیباترین اسمایه بین المللیه. بله. خب ببینم، اگر که یه موقعیت پیدا بشه که دخترها تو احساس کنی استعداد خوندن دارن، چی کار میکنی؟ میذاری که یه همچین کاری بکنم؟ با کمال میل، یعنی من نمیدونین من چقدر دلم، من حس میکنم من خودم بچه‌ام، اینا رو نگاه میکنم حس میکنم خود من هستم و دلم میخواد و میذارم، میگم حالا بریم مثلا کلاس باله، کلاس پیانو. لیلی صداش خیلی خوبه، دختر بزرگم، و کیف میکنم وقتی میخونه. کوچولوه یه خورده شای، یه خورده خجالتیه، ولی 5 سالشه، هنوز نمیدونی به کی رفته. به باباش رفته، چون که من که هیچ وقت خجالتی نبودم. نه گفتم که از روز اول اون کامرامن به من گفت کوین خانوم به درد دوربین میخوره. درستم فکر کرد. خب شهرزاد، آیا خوشحال هستی که الان چجوری من بگم، میدون دوست ندارم بگم که چرا خوشحالی که الان شوهر داری، دوتا بچه داری فلان، ولی پلو خودت فکر میکنی اگر شوهر نکرده بودی آیا موقعیت اجتماعی هنریت فرق میکرد با الان؟ این یه مسئله که خیلی راجع بشه اتفاقا من صحبت میکنم با دوستام، و من الان خیلی خانمایی رو میشناسم که تو کار موسیقی و تئاتر و این چیزا هستن و تصمیم گرفتن بچه دار نشن. شوهر دارن خیلی هاشون، ولی بچه نمیخوان و تصمیمشون رو الان گرفتن. من همیشه فکر میکنم آیا اینا وقتی سنشون میره حسابی بالا
احساس چیز نمی کمبود نمی کنن که بچه نده. ما هیچ کدوم نمی دونیم. من می دونم که عاشق بچه هم هستم و زندگی زناشویی‌مو خیلی دوست دارم. گاهی وقتا خیلی خسته میشم و دلم می سوزه که وقت ندارم اونجوری که دلم میخواد رو کار هنری کار کنم، ولی من تا وقتی که پیر بشم نمیتونم برگردم و به زندگیم نگاه کنم و بگم که چه کار درست بوده چه کار نبوده. فکر نمی‌کنی وقتی پیر بشی دیگه دیره واسه اینکه فکرم بکنیم؟ ما خیلی از ماها تا وقتی که پیر نشدیم نمیدونیم. ما قدم برمی‌داریم و نمیدونیم کجا داریم میریم. دیگه بعد قدمو برداریم. حالا الان ولی آدم چه جوری وقتی دو تا بچه داره میتونه بگه که نه این کار درستی نبوده؟ نمیدونم. فقط میدونم که هر کدوم از ماها یه دیسیژن یه تصمیم میگیریم و بعد باش زندگی بکنیم دیگه. Make the best of it. شوهر چی فکر میکنه؟ امیرعلی چی فکر میکنه راجع به این طرز فکر تو؟ خوشحال هست که همچین زنی داره؟ امیرعلی به من میگه پاشو برو تور بذار، پاشو برو مصاحبه، برو کنسرت بذار. منم که میگم نه، من میخوام باید پلی بچه‌ها بمونم، اونا من به من احتیاج دارن، من نمیخوام سفر کنم، نمیخوام زیاد سوار هواپیما بشم، اینا همه خطر داره، من خودم کانسرواتیوم. اون میگه بابا جان این همه زحمت کشیدی برو الانه که. خب تو مگه نمیخواستی خیال مادر بودن نداشتی که وقتی بچه دار شدی که بدونی که الان اگه بچه دار میشیم این اتفاقا میفته؟ خب خیلی هستن که مادر هستن ولی سفرم حسابی میکنن این برابر میرن. تو اصلا این فکر رو داشتی که یه روزی بچه ها تو پرو ننی بذاری بعد بری کار هنری بکنی؟ به نظر من هیچ اشکالی نداره. من فکر میکنم خیلی اشکال داره. نه نداره. من میگم نداره. من میدونی چرا میگی نداره؟ واسه این کارو کردی؟ نه زیاد نکردم. آخه من اتفاقا زیاد این کار نکردم ولی چه اشکالی داره؟ بچه رو بنا نیست که آدم بچه درست کنه بده ننی بزرگ کنه. بله ولی اشکالی ندادم کمک بگیره از آدم ها. مثلا شما سفر بری کمک. آره ولی تو اگه سفر بخوای بکنی دو تا بچه رو یه تور برداری، تور سه ماه برداری، سه ماه نیستی دیگه. تو نمیتونی عمرو بگی آقا نصفشو میذارم اینجا نصفشو میذارم نصف. تو اون نصفی که میذاری دیگه نداریش، تموم میشه میگذره دیگه. درسته. من خیلی دوست دارم که اینو بفهمم که چطور تو فکر نکردی که اگر بچه دار بشی مجبوری که یک نه ماه صبر کنی تو به دنیا بیا. نه آخه شما چرا فکر می‌کنید من این فکر رو نکردم؟ من همه این فکر رو کردم. خب پس این فکر رو کردی پس مهم نیست. حالا که من مثلا سه ماه در سال تور نمیذارم اصلا مهم نیست. چیزی که الان مهمه اینه که من آهنگایی دارم که مدت‌ها بعد از اینم که بمیرم و برم مردم هنوز گوش خواهند کرد و آدم اینجوری زنده میمونه. حالا درسته که اونجوری که دلم میخواست نتونستم برم برنامه بذارم مطرح بشم اونجوری که میتونستم، ولی یک اینه که دوتا بجاش دوتا بچه دارم گل که کیف میکنم، دو هنوز دیر نشده بچه دارم بزرگتر میشن و اتفاقا میگم الان زمانیه که انشالله به کمک دوستان خوب و اینا آدم میتونه چند تا برنامه خوب بزنه. خب الان اگه همونجوری که ما دوباره برگردیم به صحبت 10 دقیقه پیش، اگر شهرام یا من الان با تو قرار بذاریم که آقا ما الان یه دونه تور سه ماهه داریم میریم، خب تو رو میخوام ببریم با خودمون، من سه ماهه نمیتونم کامیت کنم. تا ایران. بله. من اینو میگم. شما چرا بعد اینقدر سخت بگیرین که بگین تور سه ماهه؟ آها خوشم اومد. بچه ها مال تو، من واسه موازی باشم تایممو. نه مثلا من بگم سه ماه، اگه شما بگم شیش ماه. نه خب ولی چقدر خوب میشد اگه میگفتین شهر جان تور سه ماهه هست، ولی حالا تو بیا بگو تو کدوم ها میتونی شرکت کنی. حالا همه این حرفا رو من زدم شهر جان، تو که کار خودت کردی ما دیگه کاری نمیتونیم بکنی. ولی من میخوام بگم تو اینو فقط هی من دارم با حالت ولی دوست دارم که تو برای دخترای جوونی که میخوان بیان تو کار هنری بهشون بگی که آیا این کار عقبشون میندازه از کار هنرشون یا نه؟ نمیخوام. من فقط همین حرف شما رو قبول دارم که آقا جان اگر که فکر میکنی که بالا سر بچهات نخواهی بود بیشتر وقت، بچه دار نشین. یه جرمه، یه گناهه، اونو کاملا باهاتون هم عقیده هستم. دور. حالا آدم گاهی وقتا ماهی مثلا یه بار دو روز میره، فرق داره با کسی که میگه من باید برم مثلا 6 ماه بچه‌امو نمیبینم. یه زن به خصوص، یه مادر، کاملا مخالفم بچه دار نشین. درست. خب انشالله که در اصلا هر وقت خواستم بچه دار بشم بدونن که دیگه یا میکروفون یا بچه. نه
نه اینجوری نه، همه میکروفون مثل من میتونین تو استودیو برین و آواز بخونین هنوز. آها تو استودیو برین آواز. نه الان دیگه راحت تر شده، استودیو بیارین خونتون. بله دیگه، بچه‌تون خیاره اون اتاق بغلی جیغ فریاد بکنه، شما این اتاق بخونین. اکزکت کاملا. اولا اگر که میشنوید که من و شهرزاد اینجوری با هم دیگه صحبت بکنیم، این به این خاطره که ما بتونیم تو این بحثامون اقلا یه موضوعی رو برینگ آپ کنیم، بیاریم که راجبش مهم صحبت کنیم. من ولی یه اتفاق خوبی افتاد امروز. هی من پر خودم فکر میکردم که این پیشنهاد رو به تو بکنم یا نه، حالا تو نمیدونم تو رو دروازه گیر کردی گفتی یا نه. آره ولی کن همینجا بهت میگم که انشالله به زودی برکت جدید که داری میاد خیلی هم خوشت خواهد اومد، خواننده واقعا فوق العاده است، یه برنامه با خانم شهرزاد سپاندو داشته باشیم، نه یه برنامه انشالله یه تور داشته باشیم. مرسی که اومدی شهرزاد جون، وقتمون تموم شده، انشالله که دوباره تو رو اینجا داشته باشیم. خیلی ممنون، مرسی. قربان.